درود و عرض دارم خدمت شما بینندگان عزیز ایران فردا با برنامه شامگاهی صفحه یک میکاویم و میخانیم آخرین و تازه خبرها و نظرها منتشر در روزنامه های امروز ایران در ایران فردا کماکان موج جدال های جناهی در ایران حول مسائل و موضوعات مختلف از جمله فسادهای مالی فیشهای حقوقی و همینطور رقابت های پیش ها، هنگام انتخاباتی برای سال 96 باستاب قطع یارانه های پنجاه نماینده مجلس واکنش ها به بازداشت و دستگیری دختران و پسران جوان ایرانی در پارتی ها با دستگیری 150 دختر و پسر در پارتی شبانه همچنین واکنش ها به تخریب شبانه یک کاخ توران از سوی شهرداری تهران ادامه بازداشت ها در ترکیه پس از کودتا و لحظه به لحظه به آخرین تحولات انتخابات آمریکا من... after an embarrassing email leak over the weekend showing some DNC officials favored a Clinton win and may have sought to sabotage the Bernie Sanders campaign. ...مجموعه مطالب و موضوعات برگزیده یم شب امشب سشنبه پنج مرداد ایرانیست که در طول 20 دقیقه پیش روی به آگاهی شما بینندگان عزیز خواهد رسید تا بازخانی مشروع اهم مطالب و موضوعات برگزیده امشب همچون همیشه و همه شب با ما باشید و بنشینید به خانه باز خواهیم گشت با درودی دوباره محضر یکایک شما بینندگان عزیز و همراهان برنامه شامگاهی صفحه یک از تلویزیون ایران فردا ماجره های فیش های حقوقی و جنجال ها حول این رقابت و تنش جناهی در جمهوری اسلامی ابعاد تازه تری به خود می گیرد با حواشی تودی و معارفه رئیس تازه منصوب دیوان محاسبات گویا قرار است با افشای نام های تازه نبردی پیشا انتخاباتی رو نیز کلید بزنند. در این میان روزنامه های دو تیف در ایران با خانش های مختلف به اظهار موضع رئیس جدید سازمان دیوان محاسبات ایران پرداختن که نمون از آن رو با هم مرور می کنیم. در این میان روزنامه دست راستی رسالت که به طور سنتی به لایه‌های از طیف مؤتلفه ها و جناح بازار نزدیک است به نقل از علی لاریجانی رئیس مجلس ایران از رئیس تازه منصوب دیوان محاسبات خواست که دیوان محاسبات شجاعانه با متخلفان برخورد کند از منظر بسیاری از کارشناسان و آگاهان عرصه سیاست و رسانه این هشدارها و تشجیهها قبل از آن که به منظور پالایش و تطهیر نظام فاسد باشد نوعی نبرد میان دو جناح تا انتخابات ریاست جمهوری سال 96 است این در حالی است که روزنامه تجارت به نقل از رئیس جدید دیوان محاسبات در مراسم تودی و معارفه این مقام مسئول و مقام پیشین صریحا و با لحنی هشداری گفت که با صدای بلند خلافکاران را معرفی می کنم ادامه می دهم ده با دیگر روزنامه ها روزنامه آرمان نزدیک به مردان هاشمی با انتشار تصویر سعید حجریان معمار اصلاحات در دوم خرداد 76 در گزارشی به عنوان شلیک دوم به هجریان کوشیده بود تا به حجمه احتمالی گروه های رقیب تا ایام باقی مانده علیه دولتی ها و مردان شمی اشاره کند بر اساس گزارش روزنامه آرمان ماجرای حجمه به حجاریان به عنوان مغز متفکر اصلاحات به این سادگی نیست و مدتی است که جریان مخالف او اظهاراتی می‌دارند که نمی‌توان به سادگی از کنار آن عبور کرد و نشان از واهمه یا آنها از تئوری پردازی جدید حجاریان برای انتخابات 96 دارد چنان که با هنر اخیرا عنوان کرده آقای حجاریان که خدا سلامت بدارتش 5 ماه مانده به انتخابات مجلس ششم به ما پیغام داده که یا اسم هاشمی رو در لیست نگذارید یا همه تان را له می کنیم و یا نمود واضحتر این حراس به زم آرمان نشینان می توان در اظهارات محمد حسینی وزیر دولت احمدی نژاد یافت که چند پیش گویا اشاره کرده بود یکی از آقایان نقل می کند که جمع کسیری در دانشگاه مشغول تبادل نظر و بحث بودند و من فکر کردم در خصوص پایان قائله دارند صحبت می کنند اما وقتی در جمعشان قرار گرفتیم دیدم آقای حجاریان در خصوص نحوه بهره برداری از قائله هجده تیر و نحوه دامن زدن و گسترش آن مشغول سخنرانی است که همین مسئله بیانگر ورود حساب شده آنها به این مقوله است آرمان میافزود افزود نمونه های از این اظهارات که نشان از عجز و ترس دلواپسان و بازگشت آنها به عقب دارد زیاد است که با شدت گرفتن حجمها به حجاریان بایستی این موضوع رو نیز مد نظر داشت که برای انتخابات 96 که دست اصولگرایان و دلواپسان خالی است شاید برنامه شلیک دوم برای انتقام از انزوای اجباری در جریان باشد که البته به زم آرمانی ها حتما نباید این شلیک را با گلوله تعریف کرد این در حالی است که محمد علی ابتهی معاون اسبق ریاست جمهوری در عهد خاتمی که همینک از وی صرفاً به عنوان یک فعال سیاسی ساده یاد می شود در سرمقاله روزنامه اعتماد با عنوان زبان گویای دولت کجاست خواستار واکنش بهتر و به وقتتر از سوی دولتی ها در برابر این حجمه ها شد محمد علی ابتهی در این یادداشت ضمن پیش پیروزی روحانی علا رقم همه دورخیز های موجود در جناه راست اما هشدار داد و نوشته بود که قابل قبول نیست که مجموعی از دولت مردان با شعار اینکه تو بهترین هستی از جذب آرای مردم قافل شوند که نسبت به همکاری احتمالی در لایه های دولتی و با به تعبیری مطمئن بودن از پیروزی روحانی نسبت به این موضوع در واقع هشدار میداد این فعال سیاسی ضمن اشاره به این نکته که بیان مشکلات دولت با مردم است گفته بود مشکلاتی که اگر همچنان تداوم یابد به معذلی بزرگ برای دولت مردان تبدیل خواهد شد مشکلی که به این معنا نیست که در مقام حل آن تنها به قرائت بیانیه رئیس جمهور اکتفا شود نویسنده در ادامه نوشتار خود با لحن سوالی میپرسید که پس در این بین نقش وزرای کابینه چه میشود؟ آنها چرا بایستی عرصه را خالی کنند در حالی که میتوانند به خوبی از عمل کرده دولت دفاع کرده و در برابر همه اتهاماتی که به کل کابینه زده میشود پاسخهای مناسب دهند آن هم در شرایطی که فضای مجازی به شدت به زمین این نویسنده در اختیار مخالفان دولت قرار گرفته و امکانات رسانه‌ای گسترده‌ای نیز برای آنان مهیا است مقاله روزنامه اعتماد در پایان این گونه یعنی حول هواشی و شایعات مختلف در برای دولت این گونه جنبندی کرد و نوشته بود که شاید اینجا تنها موردی باشد که رئیس جمهور خود با بایستی وارد عرض شود و هواشی و شایعات مطرح شده طی چند وقت اخیر را با مردم مطرح سازد همانطور که خود رئیس جمهور عنوان کرد که با بایستی در بیان پاره از مش... مسائل و مشکلات لکنت زبان را کنار گذاشت پس انتظار این است که سریعتر و شفافتر وارد گود شود و اگر چنانچه چنین مسائلی را قبول ندارد با مردم در میان بگذارد که احتمالا اشاره دارد به مسائلی که مرتبط با برادر آقای روحانی متمرکز شده این روزان این روزها و جمعی از اصلاح طلبان از آقای روحانی خواستند که خطای آقای خاتمی رو تکرار نکنه و مستقیم و شفافتر و براتر با مردم زودتر گفتگو کند تا های دیگر با چند تحلیل دیگر از سایر روزنامه ها به صفحه تلویزیون شما باز خواهم گشت با ما باشید و بنشید ادامه میدهیم و برق میزنیم با سایر مطالب از دیگر روزنامه های کشور بحران های زیست محیطی با جنبه های مختلف هر روز شکل تازه تری از هشدارها رو نیز برمی در این میان بحران آب بر صدر بحران های پرخطر برای اقلیم ایران بیشتر خودنمایی می تا جایی که روزنامه شرق ستون سرمقاله شماره امروز رو به عنوان آتش بر جان آب به قلم قاسم تقیزده خامسی مدیرعامل اسبق شرکت آب منطقه‌ای تهران رسما هشدار داد که کشور ایران در عرصه مدیریت آب با بحران مواجه است و حکمرانی خوب شهری مشمول بحران آب کشور نمی شود این نویسنده با بکارگیری از کلامی تاریخی در ایران باستان همچنین اشاره کرده بود که برخی سنگ نوشته داریوش رو که در آن خشکسالی و دروغ دو عامل ناامنی کشور قلمداد شده است بهانه کرده اند تا دوره هشت ساله ای که آتش بر جان آب افکنده شد و بحران آب را یکی از تهدیدات جدی کشور کرد پنهان کنند به این امید که سابقه خشکسالی این سرزمین 2500 سال جلوه کند نویسنده در ادامه با نقد آشکار نسبت به مدیریت ویرانگر اهده احمدی نژاد اشاره کرده بود که 8 سالی که 70 میلیارد متر مکعب آب شیرین فسیلی هزاران ساله ایران با توجیه ایجاد شغل برای کشاورزان فدای تولیدی شد که یا کشاورز انگیزه برداشتن آن محصول را نداشت یا سودش نصیب دلالان و واسطگران شد و دودش در چشم روستا رفت مدیرعامل پیشین آب منطقه تهران در این مقاله ضمن تأکید بر اینکه کشور از حکمرانی خوب در مقاله آب محروم شده نوشته کشورهای همسایه برای جمعآوری آب تلاش می کنند و بیش از ما آبهای رفته را به جوی خود بر می گردانند. نویسنده در ادامه با اشاره به نوع رفتار شهروندان ایرانی در واکنش سرد به تقاضای مسئولین نوعی بی اعتمادی گسست و گسر رو بین دولت ملت به نحوی از آنها اشاره میکرد و نوشته بود که و سوال میکرد که چرا مردم نسبت به این مقولات حساسیت نشان نمی دهند و هرچه مسئولان زیرب تلاش می کنند نتیجه عکس می گیرند مقاله شرق در واکاوی این نوع رفتار به این جنبندی رسید که اگر در جامعه احساس زوال اجتماعی حاکم شود انفعال و تقدیرگرایی جای خود رو به اعتماد می سپارد و هرچه برای کاهش مصرف آب و برق استمداد می طلبند کمتر لبک می شنوند. سکوتی که فضای ادراکی جامعه از همراهی به آنان را نشان می دهد. درست مانند روزهای تعطیل که هرچه پیام داده می شود جاده ها شلوغ است و گنجایش سفر ندارد شهروندان کار خود را می کنند حتی اگر مسیر چهار ساعته را در 20 ساعت طی کنند این را میتوان به افزایش کنش امیال فردی نسبت به جمعی نیز تعبیر کرد ادامه می هم با دیگر موضوعات برگزیده بحران سوریه و تأثیر پذیری از واقعی کودتای ترکیه و یا به تعبیری دیگر گفته باشم تأثیر کودتا در معادلات منطقه‌ای همچنان مورد تحلیل بعضی سیاستمداران و روزنامه‌نگاران در ایران قرار می‌گیرد خاصه حول بحران سوریه در واقع سخن‌های بیشتری در این راستا نوشته شده و گفته گردید از منظر روزنامه آرمان ورق میتواند برگردد و همه چیز شکل دیگری به خود بگیرد تا آنجا که برنده جنگ با تروریسم در منطقه ایران، ترکیه و روسیه باشند. در حقیقت به زن آرمان نشینان همان کشورهایی که از منظر نویسندگان این روزنامه بیش از هر کشوری دیگری خود در نظام جهانی در معرض تهدید تروریسم قرار دارند. آرمان با اشاره به اینکه حل مسئله تروریسم نیاز به عزم جهانی دارد معتقد بود که امروز هیچ بازیگری به اندازه بازیگران اثرگذار منطقه ای نمیتواند با خروج و حل چالش فراگیر تروریسم در منطقه ثبات ایجاد کند بر این اساس جاوید قربان اغلی مهمان مورد مصاحبه روزنامه آرمان بود و معتقد است که با نزدیکی آنکارا و مسکو دو گزینه برای اردوغان ممکن است گزینه نخست با سیاست نظام جهانی در مسئله سوریه همراه شده و گزینه دوم این که پوتین اردوغان را در مسئله سوریه متقاعد کند که در این صورت هماهنگی روسیه و ترکیه می توانند به انزوای ایران در سوریه نیز منجر شود بنابراین برای حل مسئله سوریه و منطقه هر سه بازیگر بایستی موضع و خواسته های خود را در سوریه تعدیل کنند که در این صورت هر سه بازیگر می توانند ثبات را به منطقه و سوریه بازگردانند از جمله از سوی روزنامه آرمان از این مقام کارشناس بین‌الملل سوال شده بود که امروز ترکیه پس از افزایش تهدیدات تروریستی داعش و به ویژه در پی کودتای نافرجان با مشکلات اقتصادی و اجتماعی زیادی نیز دست و پنجه نرم کند با توجه به وضعیت کنونی شرایط در سوریه برای ایران و سایر بازیگران صاحب هژمونی چگونه خواهد بود که این کارشناس ارشد بنوملل پاسخ داد البته شرایط اقتصادی و اجتماعی ترکیه به مسئله کودتا مربوط نمی شود در حقیقت کودتا تا اندازه می تواند شرایط را تشدید کند شرایط اجتماعی و سیاسی ترکیه متأثر از سیاست های منفی آنکارا در منطقه است در حالی که اردوغان می توانست درباره مسائل منطقه به ویژه سوریه به زمین این نویسنده عاقلانه رفتار کند با این وجود های اردوغان و حزب عدالت و توسعه در ابعاد اقتصادی و اجتماعی تا حدی موفقیت آمیز بوده و شرایط اقتصادی کشور و زندگی مردم در مقایسه با گذشته از وضعیت مطلوب تری برخوردار است. ایشان با اشاره به اینکه حزب عدالت در انتخابات اخیر توانسته بود 52 درصد آرا را کسب کند، این گونه نتیجه گرفت که این مسئله بیانگر رضایتمندی مردم از وضعیت اقتصادی و اجتماعی است که در نهایت رأی اعتماد مردم ترکیه را نسبت به حزب اعتدال و توسعه در پیش داشت اما مهمان روزنامه آرمان معتقد بود که با وجود وضعیت مساعد ترکیه در امور اقتصادی و داخلی سیاست خارجه این کشور به ویژه در منطقه به اوضاع داخلی تناسبی ندارد سیاست های ترکیه تحت زعامت اردوغان و حزب ادالت و توسعه در منطقه به زمین نویسنده یا گفتگو شونده همواره یادآور جاه طلبی های دوره امپراتوری عثمانی است که به زمین وی با توجه به شرایط موجود در منطقه قابل تحقق نخواهد بود با مطلب نو در ادامه برنامه بررسی مطبوعات بحران های تروریستی در گوشه و کنار جهان و ریشیابی علل بروز این حجم فجایه تروریستی نیز مورد کنکاش و واکاوی روزنامه های سوی های موجود در ایران بود در این میان روزنامه کیهان مؤسسه مطبوعاتی وابسته به نهاد رهبری ایران گزارش اصلی را به افزایش عملیات تروریستی در قاره اروپا اختصاص داد و با انتشار تصویری از های بازدید مسافران در ورودی و خروجی فرانسه و آلمان از حقانیت و درستی پیشبینی های پیشینی خود اشاره کرد و نوشته بود که حملات تروریستی ماهای اخیر در فرانسه، بلژیک، آمریکا و اکنون در آلمان به خوبی به زمه کیهانی ها این واقعیت را نشان می دهد که میلیون ها اروپایی و آمریکایی نیز حالا دیگر بایستی مثل مردم سوریه، عراق و یمن هر روز با ترس از خواب بیار شوند و زندگی در سایه وحشت را تجربه کنند. امروز امنیت در قرب مدرن تبدیل به یک کالای نایاب شده این گزارش به ده هزار نفر اشاره کرده بود که در یکی از شهرهای مرزی به خاطر تشدید تدابیر امنیتی که گویا به خاطر ترس از حملات تروریستی در فرانسه صورت گرفت آواره و سرگردان شده و شدت آن به حدی بود که به زمه کیهانی ها هلیکوپترهای پلیس مجبور شدن هزاران بطری آب را بین مسافران گرفتار در ترافیک پخش کنند که البته کیهان این رو نادیده انگاش که این اوج یک دولت متعالی است این روزنامه در واقع اشاره به سرویس و خدمات رسانی دولت های غربی و فرانسه و هواپیمایی که به قول ایشان باتری آب میداد رو اشاره نکرد که در واقع میخواست مسافران در امنیتی مطلوب تر و بدون هر گونه درد سرها از گرما این مرز را عبور کنند. در پایان گزارشی در روزنامه شهروند انتخاب کردم که تا حدودی تأثرامیز بود برای شخص خودم داستانه مادر شهید ایرانی است که با دریافت جنازه پسر خود پس از 32 سال انتظار رادیو رو کنار گذاشت قصه تلخ و تراژیک خانواده های داغدار ایرانی و عراقی در دو سوی اروند رود که با جنون جنگ خواهی صدام و خمینی سالیانی روزگار دو ملت را به تیرگی و تباهی کشانده بودند. روزنامه شهروند در این رویداد به عنوان این مادر شهید تازه تفحص شده پس از 32 سال رادیو رو کنار گذاشت اشاره کرده بود که مادر شهید قنبر اسدپور پس از شنیدن خبر شناسایی هویت فرزندش پس از 32 سال انتظار رادیو رو کنار گذاشت به گزارش شهروند جان باخته جنگ و یا شهید قنبر اسدپور فرمانده گردان در عملیات خیبر و بدر بود این فرمانده در عملیات بدر کشته شد و پیکرش در جبهه ها بر جای مانده بود پدر این جان باخته در زمان حیات رادیویی در اختیار داشت و از طریق این رادیو پیگیر خبری از فرزندش میشد پس از فوت پدر مادر شهید این رسالت را بر دوش گرفت و رادیو را همیشه در کنار خود قرار میداد تا شاید خبری از فرزند شهیدش بشنود که چنین نشد و تنها خبر آمد که جنازه پیدا شد و این مادر نیز با رادیو ودا کرد رسانه‌ای که بسیاری از ایرانیان در سالهای دور و کهن و جنگ و آتش کنار گوش خود می داشتن تا نشانی و خبری از اسرای خود یا مفقودین خود بگیرند و بشنوند و با این مطلب وقت برنامه امشب ما نیز به پایان میرسد بیننده آن سوی خبر باشید که بلا فاصله پس از صفحه یک پخش خواهد شد تا آنگاه شانگاه خوش بدرود